شب یلا و شب عشق و شب شور و ترانه، شب گلخنده ها گل نغمه های عاشقونه، شب حافظ شب می شب تنبک شب. سلام دوستان عزیز، به برنامه آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه لبو هست. لبو همون چغندر پخته شده هستش. چغندر انواع و موارد مصرف مختلفی داره. معمولا چغندر رو به صورت آب پز و بخار پز و یا مخلوط در غذاهایی مثل آش و سوپ آماده می کنن و یا به عنوان میان وعده و دسر سرو می کنن و در انواع سالات ها نیز به کار میره. مواد مورد نیاز: نیاز به 5-6 عدد چغندر داریم، 3 قاشق غذاخوری شکر که به جای شکر شما میتونید از عسل یا نبات هم استفاده بکنید و 5 پیمانه هم آب نیاز داریم. چغندرهایی که انتخاب میکنیم بهتره که هم اندازه باشن. چغندر بریدگی نباید داشته باشه. بدون اینکه پوست بکنیم با یه برس تمیز گلولایش رو تمیز میکنیم، سر و تهش رو هم میزنیم. سر و ته چغندر رو نباید زیاد کوتاه کنیم. چغندر رو بعد از اینکه تمیز کردیم همراه با 5 پیمانه آب روی حرارت قرار میدیم. هر چقدر چغندر بزرگتر باشه به آب و زمان بیشتری نیاز داره برای آماده شدن. بعد از اینکه آب به جوش اومد حرارت رو کم میکنیم، 2-3 ساعت زمان میدیم تا چغندرها خوب بپزن. بعد از 2-3 ساعت که از 5 لیوان آب دیگه حدود 2 لیوان آب باقی مون، میایم با چنگال امتحان میکنیم ببینیم چغندر پخته یا نه. وقتی چنگال فرو رفت نشون میده که چغندر پخته. از روی حرارت برمیداریم و اجازه میدیم تا کامل خنک بشه. بعد از اینکه لبو سرد شدن دونه دونه از آب خارج میکنیم و از اون لبا رو پوست میکنیم. سر تش رو میزنیم و پوستش میکنیم. بعد از اینکه لبوها رو پوست کندیم دوباره برمیگردونیم داخل همون آبی که باهاش لبو رو بختیم و سه قاشق شکری رو که داشتیم بهش اضافه میکنیم که گفتم به جای شکر میتونیم عسل یا نبات اضافه بکنیم. درش رو میذاریم. بعد از اینکه به جوش اومد حرارت رو کم میکنیم، اجازه میدیم 1 ساعت دیگه روی حرارت کم به همین شکل بمونه و ادامه پختش رو انجام بدیم. بعد از 1 ساعت که آب لبو به شکل شهد در اومد و 1 لیوان بیشتر از آب لبو باقی نمون، لبو ها آماده است. لبو آماده شد. امیدوارم شما هم این لبوی خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما ببندید. ممنون و متشکرم.